بریلیانت ها در کوچه، چرا دستور پرزیدنت اجرا نشد؟ در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یک مسئله برداشته شد که متاسفانه همه با آن چشم پوشیدند. این هم باشد اجرا نشدن یک دستور پرزیدنت کشور بود. 17 مارس سال 2015 در مراسم گذاشتن سنگ اساس به بینای تئاتر ملی، سرور دولت محترم امام‌علی رحمان با اهل هنر کشور واخورده صحبت صمیمی برگزار نمود. ضمن واخوری صحبت جناب عالی با هنرمندان جوان بلد محمد عظیم‌زاده و فرنگیس قاسم و خاطرمان بود، زیرا پرزیدنت مملکت از هنر آنها وصف کرد و آنها صمیمی صحبت نموده برای فعالیت آینده‌شان مسئولیت‌های مفید دادند. برای من خوشایند است که جناب عالی ما را میشناسند، زیرا ما قریب در همه چارابینی های حکومتی هنرنمایی میکنیم. پرزیدنت مملکت به هنر ما توجه ظاهر نموده برایمون امکانیت فراهم میارند. آن روز هم ایشان با ما صحبت صمیمی داشتند. چون از مشکلات اساسی من و محمد عظیم‌زاده نداشتن منزل زیست آگاه شدند، شوخی هم کردند که با یکدیگر آیله برپا کنیم و ما خانه میدهند. پرزیدنت کشور به وزیر فرهنگ اشاره کرده امر دادند تا که در مدت نیم سال به این هنرمندان منزل زیست جدا کرده شود. بعد اون چارابینی از ما طلب کردند که برای گرفتن منزل زیست عریضه پیشنهاد کنیم. از دستگاه پرزیدنت به عریضه ما جواب آمد و به وزیر فرهنگ سپارش شد که مشکل ما را آسان نماید. ما تا حال منتظر هستیم، میگوید عظیم‌زاده. عظیم‌زاده محمد و فرنگیس قاسم و سال 2011 پس از ختم آموزشگاه خوریوگرافی شهر پرم فعالیت خود را به صفت سلیست در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آغاز کرده تا به امروز فعالیت دارند. با آمدن فرنگیس و محمد رپرتوار تئاتر اپرا و بالت بوی شده، امروز پارتی‌های مهمترین بالت را یکجای اجرا می‌کنند. اما مشکلاتی نداشتن منزل زیست این هنرمندان را به تشویش آورده است. محمد میگوید که از سبب نمودن منزل استقامتی او نمی‌تواند آیله برپا کند. من زاده دهه فیض بخش شهر وحدت هستم. در این دهه ما 12 ساطیخ زمین برای استقامت داریم که 35 نفر در آن زندگی میکنند. همچنین چند ماه پیش پدرم از دنیا گذشتند. وضع زندگیمون اونقدر خوب نیست. بنابراین من مجبور میشم که در دوشنبه اجاره گیرم. همچنین محمد میگوید که تا 1 ژانویه سال 2018 رهبریت تئاتر از وزارت فرهنگ برای پرداخت اجاره پولی به آنها کمک میکردند. اما از 1 ژانویه این مبلغ ها هم بریدند. فرنگیس قاسم و در رابطه به این مسئله میگوید بسیار دشوار است، مخصوصا به بچه ها که به معاش آنها نه اجاره گرفته می شود و نه خانه خریده. برای بالرینه ها هم آسان نیست. کسب ما را نه همه درک می کند. بنابراین برپا کردن آیله برای ما دشوار است. در نزد ما انتخاب است، یا کاریره یا آیله. ما کار را انتخاب کرده ایم، دیگر امکان قفا گشتن نیست. بنابراین باید متقیر باشیم که فردا ما در کوچه نمیمونیم. علاوه بر این در کسب ما خدا نکرده هیچ کس از زخم برداشتن یا دیگر جراحت امین نیست. فرنگیس میگوید که کسب آنها تمرین دائمی و آرامی روانی میخواهد، اما همیشه در هراسند که امروز از اجاره رانده شده و منزل زیست باید جویند و وقت و قوه زیاد مصرف کرده کوچ بندند، زیرا بیشترشان زاده دوشنبه نبوده از ناحیه ها آمدند. خودی فرنگیس زاده ولایت ختلان است. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان شمسالدین آرومبگزاده میگوید که مشکلات فرنگیس و محمد یگانه نیست و این گونه مشکلی را بیشتر هنرپیشه ها دارند. وزیر در نشست مطبوعاتی گفت که همه کوشش آنها برای حل این مشکلات روانه شده است. من از مشکلات آنها آگاه هم و همیشه با آنها وا میخورند. آنها بریلیانت های صنعتی ما هستند، اما عین زمان شرایطی دادن منزل برای آنها موجود نیست. حجت های آنها در حال بررسی است و در نزدیکترین فرصت ما خواستاری آنها را برآورده میکنیم. معاش کم، نداشتن منزل زیست و سیله سیله از وطن رفتن هنرپیشه های جوان در کشور ما مشکلات است که سالهای سال روی حل خود را نمییابد. اینجا میتوان نام ده ها هنرپیشه جوان و صاحب استعداد های نادر را گفت که با سبب این مشکلات صنعت را ترک کرده و به مهاجرت رفتند. حتی در برخی از تئاترها و هنرپیشه های پیشبر از تئاتر رفته و رپرتوار تئاتر موها مفقود گذاشته شده است. کسی را به این مسئله پروای نیست. ضمن سلسله مصاحبه هایی که مؤلف این سطرها با استادان صنعت تاجیک انجام می دهد، همیشه از وضع ناخوب اقتصادی جوانان صنعتکار اظهار نگرانی شده، از رفت آنها بانگ خطر زده می شود. ضمن یکی از مصاحبه ها هنرپیشه خلق تاجیکستان آرتق قادر گفته بود که در زمان شورای وزارت فرهنگ برای هنرپیشه های جوان خوابگاه ها بنیاد کرده بود و تا گرفتن خانه آنها در آنجا می زیستند و مشکلات منزل زیست وجود نداشت. شاید وزارت فرهنگ از این تجربه استفاده نموده و پیش راهی رفتن جوانان را از سند می گیرد.